از همون موقعی که عبدالبها کودک خردسال بود، نشانه های بارزی از سخاوت و هوشمندی در ایشون دیده می شد. یکی از این موارد موقعی بود که ایشون به همراه دیگران در زادگاه پدرشون حضرت بهاءالله بودند. نام این منطقه مازندران بود که در قسمت شمالی ایران و در سواحل جنوبی دریای خزر قرار داره. این منطقه میان رشته کوههای البرز و دریای خزر قرار داره. از این رو دارای آب و هوای همواره معتدل و زمینای سرسبز فراوانی است. اکثریت جمعیت اون به کشاورزی مشغولن و در زمانهایی از سال اعیاد و جشنهایی با مشارکت تمامی اعضای جامعه برگزار میشه. در اون وقت اذیت و آزار حکومت علیه حضرت بهاءالله و خانواده ایشون هنوز شروع نشده بود. پدر بزرگ عبدالبها از وزرای دربار شاه ایران بود و از این رو خانواده اصیل و شریفی بودند. به همین سبب این خانواده در سرزمین پدری خود زمینای بزرگ و گله‌های گوسفند فراوانی داشتند. در مقاطعی از سال اونا همگی به این منطقه می‌رفتند، اوقات خوبی رو در اونجا می‌گذروندن و از زمینا و حیواناتشون نگهداری می‌کردند. در یکی از سفرها چوپانی که سرپرست نگهداری از گوسفندان خانواده ایشون بود، عبدالبها را به یکی از جشنها در حومه شهر دعوت کرد. عبدالبها میتونست در مسیر با سایر کودکان بازی کنه و اوقات خوشی رو سپری کنه. با اجازه خانواده، عبدالبها با شبانان به محل برگزاری جشن رفت. اونا از کوها و جنگلا و راهای تنگ و سرسبزی عبور کردن و به فلاتی رسیدن که جشن در اونجا برگزار می شد. فضای جشن بسیار زنده و شاد بود. بستگان و همسایگان، کودکان، جوانان و بزرگسالان، زنان و مردان، تمامی افراد جامعه اوقات خوشی را با هم می گذروندن. اونا آواز خوندن، رقصیدن و غذاهای لذیذی رو با کمک همدیگه آماده کردن. کودکان تو هر گوشه و کناری خوشحال و خندون مشغول بازی بودن. مردم این جامعه که از پیش پیوندهای صمیمیت و دوستی در بین خودشون داشتن، هیچ حسی از غریبی نسبت به عبدالبها که بیشتر طول سال رو با خانوادش در تهران میگذرون نشون ندادن. عبدالبها روز بسیار زیبایی رو در میان اون جمعیت مهمون نواز و اون جشنی که میان کوها برپا بود سپری کرد. خورشید در حال غروب بود. رقص‌ها و بازی‌ها تمام شده بود. غذاها خورده شده بود و خستگی ملایمی رفته رفته اعضای جشن رو در بر می‌گیره. در حالی که سرور اون روز زیبا هنوز توی وجودشون حس می‌شد، شروع به جمع کردن وسایل خودشون کردن. در همون زمان عبدالبها مشغول آماده شدن برای مراجعت بود که چوپانا دور اون حلقه زدن تا باهاش خداحافظی کنن. در زمان خداحافظی یکی از چوپانا بیان کرد که همگی انتظار دارن تا از عبدالبها هدیه‌ای دریافت کنن. عبدالبها که متوجه نمی‌شد اونا چطور از کودک انتظار هدیه دارن، در این باره ازشون سوال کرد. اونا توضیح دادن که این رسمه که صاحب زمین و گله قبل از مراجعت هدیه‌ای به مناسبت خداحافظی به دیگران بده. عبدالبها مدتی سکوت کرد، چه که چیزی نداشت که بخواد هدیه کنه. اما بعد از اصرار چوپانا فکری به ذهنش رسید. اون به هر چوپان تعدادی از گوسفندای همون گله رو هدیه داد. چوپانا که عادت به دریافت هدایای کوچکتر و نمادین تر داشتن، از چنین سخاوتی بی نهایت مسرور شدن. غروب همون روز، وقتی که عبدالبها و همراهان به منزل مراجعت کردند، این داستان جالب رو برای پدر گرامی ایشون، حضرت بهاءالله تعریف کردند. ایشون از شنیدن سخاوت بسیار و هوشمندانه پسر کوچکشون بسیار خوشنود شدند. وقتی که تمام داستان رو براشون گفتن، ایشون با لبخندی حاکی از رضایت و لحنی شوخ طبعانه رو به حضار داخل اتاق فرمودن که همه باید مراقب عبدالبها باشن، چه که ممکن است روزی او خود را هم ببخشد. و این دقیقا همون کاری بود که عبدالبها در بقیه سالهای حیات خودش انجام داد. اون هر چه که داشت، یعنی تک تک لحظات زندگیش رو برای بشریت و برقراری وحدت و حصول شادی حقیقی ما فدا کرد.
کرد.